جوانانی که به دلیل نبود کار و درآمد معتاد شدند. اکثر این جوانان میگویند که نبود کار در افغانستان آنان را به ایران مهاجر کرد و در آن کشور در دام مواد مخدر افتادند. حالا که آنان تصمیم برگشت به زندگی عادی را گرفتند، نگرانند که نبود شغل و عاید ممکن است که سرنوشتشان را دوباره با مخدرات گره بزند. خیلی جوان ها بیکارند. ما مشکلات بیکاری، رفیق ناباب، جاهایی که غیر ممکن بود میرفتیم و همش از بیکاری میشد. خانواده رو ترک کردم و با بیکاری اعتیاد من از مواد سبز شروع شد و به مواد سفید تبدیل شد تا آخر، تا دیگه زندگیم به تباهی کشید. کار باید فراهم بشه، کار باید جود بشه. همه شخص مستعد مهم بدین که بیرون باشم، باید چی کار بکنم؟ من اگه زمینه کار برام فراهم بشه، مستعد بشه، مشغول میشم، شب میرم بکنار خانواده، خلاصه اگه آرام بشد. اما زمانی که بیکار باشم، وقتی کار نداشته باشم، واقعا دیگه آرامش نیست. دیگه کجا باید برم؟ خرج خانواده رو تامین کنم از کجا؟ مجبورم برهای بعد دوباره کشیدم. مسئولان شفاخانه درمان معتادان هرات میگویند تنها در 6 ماه نخست سال روان هجری خورشیدی 270 معتاد را تداوی کردند، اما نیمی از آنان به علت نبود فرصت‌های کاری دوباره به اعتیاد روی آوردند. بحث کار یک بحث بسیار مهمه. برای از اینکه از یک طرف مریض مصروفیت پیدا میکنه، آن وقت از به شکل سالم پر میشه و از طرف دیگه افزایش اعتماد به نفس مریض با کسب درآمد برای دو ایجاد میشه. ولی خب متاسفانه شرایط طوری تنظیم شده که زمینه های شغلی برای از خیلی کم. حال در چنین اوضاعی برخی از آگاهان میگویند که برای حل بنیادین معضل اعتیاد، ایجاد شغل و مصروفیت نیز باید شامل روند درمان معتادان شود. اگر پس از ترک اونا مجددا برگردن به جامعه، اما همچنان او برچسبا به نگاه کلیشه‌ای گونه وجود داره، به خاطر هم هست که جامعه با آسانی قبول نمیکنه به اون افراد سالم. یک از عواملی که ما شاهد ادعا یا بازگشت های متعدد معتادان به مواد مخدر هستیم است که جامعه به سادگی نمیتونه به اون افراد سالم قبول بکنه، به خاطر هم هست که خیلی از اینا وقتی ترک میکنن مجددا پس روی میارن به مواد مخدر، چون نه زمینی کاری برشون مساعد است و نه اینکه جامعه میتونه که اینا پس در گروه بپذیره. با این حال مقام‌های محلی ولایت هرات میگویند که در تلاشند تا با همکاری بخش خصوصی زمینه جذب معتادان پیشین را در کارخانه‌های تولیدی فراهم سازند. در نشست‌هایی که با ادارات زیره با مؤسسات همکار داریم، یک توصیه عمده ما اینه که حتما باید در کنار از اینکه به تداوی مریض‌ها می‌پردازند، در قسمت مصرف کردن از اینا و اشتغال زایی از اینا حتما باید توجه داشته باشند. بر بنیاد آمارها در حال حاضر بیش از 70,000 معتاد مواد مخدر در هرات به سر میبرند که بخش اعظم آنان را جوانان تشکیل میدهند. معصومه حیدری، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.